در دو جلسه قبل راجع به لیست های کشویی یه سری توضیحات رو دادیم الان میخوایم بدونیم که چطوری میتونیم این لیست های کشویی رو یه مقدار داینامیک تر بکنیم ببینید اگه من محدودی خودم رو انتخاب بکنم از سربرگ دیتا دیتا والیدیشن رو انتخاب بکنم و از اینجا لیست و لیست کشوی خودم رو بهش بدم اینتر اوکی الان اگه من بخوام نفر جدید رو وارد بکنم مثلا میتونم خیلی راحت رزاقی رو انتخاب کنم یا هر کس دیگه ای که دوست دارم رو. اما سوال اصلی اینجاست من اگر اینجا محسنی رو وارد بکنم آیا این لیست کشوی میتونه بفهمه میبینید که نه نفهمید که یک نفر جدید ایجاد شده برای اینکه این مشکل رو رفع بکنم دو تا راهکار رو میخوام بهتون بگم راهکار اولینه محدودی خودم رو سلکت میکنم دیتا والیدیشن رو دوباره وارد میشم توی این لیست به جای اینکه اون محدوده رو بگیرم سر ستون رو میزنم سلکت میکنم خب اوکی رو میزنم الان اگه توی لیست کشوی برم ببینید همه رو برای من آورده من اینجا فرض کنید یه دونه میزنم محسنی یا عباسی الان میام اینجا میبینم که همه رو دارم اینجا مثلا بهرام دوباره میبینید که دارمش یه نفر دیگر رو مینویسم مثلا فرهاد دوباره لیست رو ببینید هرچی رو که اضافه میکنم تو این قسمت داره قرار میگیره این یک روشه روش دوم اینطوریه که من محدوده خودم رو میگیرم کنترل تی رو میزنم برای اینکه این محدوده رو تبدیل به تیبلش بکنم اوکی می کنم این محدوده تبدیل به تیبل میشه اسمش هم تیبل دوه میرم توی سربرگ فرمولا میخوام یک نام جدید رو ایجاد بکنم توی قسمت Define Name اینجا خودش تیبل رو تشخیص داده که انتخاب شده اسامی پرسنل گذاشته اسمش رو من نمیذارم اسامی پرسنل مثلا میذارم نیمز اسمش رو میذارم نیمز اینو کپی میکنم اوکی میکنم الان این محدود اسمش نیمز دوباره محدوده خودم رو میگیرم وارد دیتا دیتا والیدیشن میشم و تو اینجا به جایی اینکه بگم یک محدوده خاص رو بگیر میام میگم که محتوای خودت رو از نیم بیار اوکی الان ببینید این موارد رو داره و اگر من یه نفر جدید مثلا محسنی رو محسنی رو وارد بکنم و عباسی مشاهده میکنید که در اینجا اسامیشون برای من نمایش داده میشه